الهی آقای نیما فاطمی از دیولوپرهای اصلی تور رو داریم ما سلام اینجا. به همه. من صدا میکنم گرد دست اینجا ست چهار سیمون در خواهم بیدم شدم. ببخشید. همونجوری که شاید بعضیاتون بدونین الان ما اینجا توی سیاتل جمع شدیم دور هم همه تور دیولوپرها. هر تقریبا 6 ماه یه بار معمولا جمع میشیم دور هم که با جلسات حضوریمون هماهنگ بشیم، که چون بیشتر افراد گروه معمولا از راه دور کار میکنن، اینجوری فرصتی پیش میاد که با هم دیگه هماهنگ شیم راجع به کارهایی که داریم انجام میدیم. بعد توی این مدت بچه ها تماس گرفتن و من فهمیدم که اونجا روز جشن نرم افزار هم هست، جشن نرم افزار آزاد، واسه همین گفتم که از این فرصت هایی استفاده کنیم یه سورپرایز ویژه واسه تون داشته باشیم. واسه همین من دیشب قبل از اینکه میتینگمون تمام بشه با دو تا نویسنده اصلی تور صحبت کردم و گفتم که اگه میتونن یه مسیجی برای بچه های ایران ضبط کنن. بعد میخوام که الان این مسیج رو از اینجا پخش کنم، امیدوارم که کار کنه همه چی. میتونم امتحان کنم الان؟ اوکی، همین الان که داریم حرف میزنیم من سعی میکنم که ویدیو رو آپلود کنم روی یوتیوب که آخر حرفامون بتونیم پخشش کنیم یه جوری. اگه من تقریبا دارم جمع میبینم، ممنون میشم اگه با دستتون یه جوری نشون بدین که چند نفر توی جمع تور رو میشناسن یا باش کار کردن قبلا. ایوه همونجوری که میدونین تور نرم افزار آزاده که بیسیکلی هر بار که اینترنت رو مرور میکنین اطلاعاتتون رو از طریق سه لایه رمزنگاری از سه تونل مختلف رد میکنه از اطراف دنیا، اینجوری که اگر به طور مثال اگر دارین از یه سایتی بازدید میکنین، بگیم حالا google.com، وقتی دارین از گوگل بازدید میکنین بی استفاده میکنین، مخصوصا وقتی که از مرورگر کروم استفاده میکنین، زیادی از شما علاوه بر اینکه از چه وبسایتی میخواین بازدید کنین و اینکه از کجا هستین، آی پیتون کجاست، رفتار آنلاینتون چیه، معمولا چه وبسایت هایی رو بازدید میکنین و غیره، خیلی از این اطلاعات داره همراه این HTTP request شما میره به این وبسایت که وقتی میخواین بازدید کنین اونا اطلاعات دیگر هم میبینن. و یکی از کارهایی که میکنن چه ISP های مختلف اطراف دنیا، چه وبسایت های مختلف و چه سرویس های مختلف مثل گوگل، فیسبوک، آمازون، خیلی از ادورتایزمنت کمپانی ها، اینه که از رفتار آنلاین آدما یه پروفایل یونیک میسازن که ما بهش اینجا میگیم شادو پروفایلینگ. این پروفایل یونیک معمولا برای تبلیغات استفاده میشه، ولی بارها دیده شده که جاهای مختلف از این سیستم پروفایلینگ سوء استفاده میکنن و باعث میشه که اینا اگه مثلا اگه یه شخص خاصی رو میخوان تارگت کنن، میتونن از طریق این پروفایلینگ ببینن که بدون اینکه بدونن این طرف از چه کامپیوتری استفاده میکنه، بر اساس رفتار آنلاینش میتونن تارگتش کنن، بهش ملور بفرستن یا خیلی اتفاقات دیگه میتونه بیفته. در این حال سرویس های اینترنت به صورت عادی وقتی که ازشون استفاده میکنیم مشکلات عمده زیادی دارن که بیشتر این مشکلات امنیتیه، از این جنس که به طور مثال مثلا ممکنه شما توی کافی شاپ نشسته باشین و در حال مرور کردن اینترنت باشین ولی به هر دلیلی ببینین که مثلا یه صفحه خاصی به جای مثلا این اتفاق فکر کنم چند وقت پیش افتاد که هر صفحه میدیدین یکی از ISP ها ادورتایزمنت اینجکت میکرد توی صفحه ها به صورت پاپ اپ میومد یا هر چیز دیگه. این نشون میده که اینا نه تنها دارن ترافیکشون رو نگاه میکنن که
بلکه دارن منیپیولیت میکنن ترافیک و ترافیک دارن دستوری میکنن و توش چیزای دیگه اضافه میکنن. این خب میتونه مشکلات امنیتی زیادی داشته باشه از این بابت که اینا میتونن از هم، یعنی هر کس دیگه میتونه که روی نتورک شما نشسته باشه میتونه همین کار بکنه برای اینکه برای شما بد افزار بفرسته. کاری که تور انجام میده اینه که وقتی که شما از مرورگر تور استفاده میکنی، مرورگر تور خیلی از این حملات رو دفع میکنه از توی لایه مرورگر، و اون حملاتی که توی لایه مرورگر دفع نمیشن از طریق لایه نتورک سعی میکنه که اون حملات رو دفع کنه. اینطوریه که وقتی که شما مثلا مرورگر تور رو باز میکنید وارد فیسبوک میشین، فیسبوک ISPتون فکر میکنه که مثلا من توی اینجا تو سیاتل توی آمریکا نشستم، وقتی مثلا از مرورگر تور استفاده میکنم که فیسبوک رو چک کنم، فیسبوک چک میکنه که اینجا این ISP که اینجاست، یا مثلا این هتلی که من اینجا هستم، فکر میکنه که من به یه سرویسی وصل شدم توی آلمان، و فیسبوک فکر میکنه که یه کسی از مثلا بلژیک یا کانادا یا ژاپن داره فیسبوک رو نگاه میکنه، و این وسط اینا نمیتونن ببینن که هر دو طرفش رو نمیتونن ببینن که من دقیقا از کجا به کجا دارم وصل میشم. نکته دوم اینه که هر سایت دیگه ای که من بازدید کنم این وسط، یعنی من اگه الان دارم فیسبوک رو نگاه میکنم، اگه برم توی سایت دوم، این سایت دوم کاملا از این مسیر جدایی میره. اینجوری اگه حتی این دوتا سایت توسط یه آدم اداره بشه، بازن نمیتونن ببینن که من کی هستم یا دارم چه سایتی رو مرور میکنم. این چند تا ویژگی مهم داره. ویژگی اولش اینه که شما همیشه مطمئن میشین که مطالبی که دارین روی سایت میبینین مطالب واقعی یا همون چیزیه که باید ببینین، چون خیلی وقتا مخصوصا سایت هایی که از HTTPS استفاده نمی کنن محتویاتشون دستکاری میشه و هیچ کس توی طول مسیر نمیتونه ببینه که آیا این محتویات دستکاری شده یا نه. هیچ جور integrity checkی وجود نداره. نکته دوم اینه که خیلی از سرویس های تور اگه ازشون به درستی استفاده کنین حتی احتیاجی به HTTPS هم ندارین. به طور مثال آدرس های پیازی یا آدرس هایی که با دات آنین تمام میشن آدرس هایی هستند که فقط توی شبکه تور کار میکنن، و این سرویس ها به صورت دیفالت 6 لایه انکریپشن دارن و که این شامل TLS هم میشه داخلش، و همینطور میتونن سرور رو ناشناس نگه دارن و همینطور میتونن پرایوسی کامل بدن به بازدید کننده های اون وبسایت، به خاطر اینکه هیچ جوری نمیتونن IP آدرس شما مثلا به اون وبسایتی که دارین نگاه میکنین لیک نمیشه که بتونه ازش بکنه. این خیلی نمای خیلی کلیه اینه که تور کلا چی کار میکنه و چجوری کار میکنه، ولی از اونجایی که همه میدونن تور چیه و چجوری کار میکنه و آشنایی دارن توی این جمع، من خیلی دلم میخواد که بیشتر یه ذره اینتراکتیوش کنیم این سشنو، و ببینم که آیا آدم ها سوالی دارن و موضوع خاصی هست که بخوایم بیشتر راجع به اون حرف بزنیم، بیشتر از این که من بخوام چیزایی رو تکرار کنم که شما آردی میدونی. کسی اونجا هست بتونه سوال بگیره؟ میکروفون داریم؟ میکروفون هم داریم. بله بابا اینجا ایران حالا چیز که نیست، میکروفون داریم هنوز. بی سیم یا اول فس کجا؟ خب شما سوالتون رو بپرسید من منتقل میکنم. باشه، من قبل از اینکه سوالا رو شروع کنیم من این لینک یوتیوب رو بفرستم که ببینیم که اگه پیغاما میتونیم پخش کنیم برای همه یا نه. فقط یه مسئله که هست این که یوتیوب یه ذره فیلتره.
نمیدونم ولی آره. شنیدم که با تور میتونین فیلتر هم دور بزنیم. لینکو برای ما بفرستید، ما بعد از ارائه شما اون فیلم رو داخل یوتیوب پخش میکنیم. خیلی عالی، باش. پس سوالا رو شروع کنن دوستان اگر اجازه آره. بفرمایید. بله بفرم. آقای فاطمی من سلام عرض میکنم خدمت شما. تصویر بنده رو نمی‌بینید چون پشت لپتاپ وایسادم. سوال بنده در مورد تور هست به این صورت که شایعات بسیار زیادی الان از طرف NSA FBI شما می‌بینید هستش که میگن یه سری باگ توی تور پیدا کردن و به قول معروف سندش هم این دستگیری‌ها یا بلاک کردن بعضی از سایت‌ها هستش که توی دارک وب شما الان به قول معروف شاهدش هستید. میخواستم بدونم این شایعات چقدر حقیقت داره و اینکه آیا باگی وجود داره توی تور یا امنیت سابقه هنوز داره یا نداره. ممنون میشم. مرسی، سوال خیلی. اول اینکه قبل از اینکه من کلا صحبتمو شروع کنم، سافتور هیچ وقت پرفکت نیست. همه سافتور. خب، اول ممنون از سوالتون. خیلی سوال خوبیه. قبل از اینکه من شروع کنم جواب بدم اینو بگم که هیچ سافتوری بدون باگ نیست و اگه کسی هر جایی بهتون میگه که یه سافتوری نوشته که هیچ باگی نداره دروغ میگه، به خاطر اینکه سافتور یکی از به نظرم قشنگیاش اینه که هیچ وقت کامل نیست، پرفکت نیست. ولی برای اینکه جواب سوال شما رو بدم، دو تا چیز. اولا که این چیزی که به اسم دارک وب هست و فلان اینا، این یه واژه‌ایه که توسط میدیا ساخته شده، یعنی وجود خارجی نداره. تعریف بای دفینیشنش اگه بخوایم به صورت کتابی تعریف کنیم دارک وب چیه، دارک وب اینترنتیه که توسط سرچ انجین‌ها قابل دیدن نیست. این معنیش اینه که همه دیتابیس‌های دولتی هم میشن دارک وب، این معنیش اینه که همه ایمیل شما هم میشه دارک وب، هر چیزی که سرچبل نیست با گوگل میشه دارک وب. این یه چیزی توی اینترنت خیلی خیلی های مختلف وجود داره که شما میتونید سشن پرایوت داشته باشین. حالا اون سشن میتونه یه سشن بگیم براوزینگ باشه، یا میتونه اون سشن میتونه سشن چت باشه، یا اون میتونه یه SSH سشن باشه شما به سرورتون دارین وصل میشین. شما اینو میتونین از روی آی پی به صورت مستقیم انجام بدین، یا میتونین از روی آنین سرویسز تور انجام بدین که از روی تور رد میشه و بدون اینکه آی پی ادرس هر طرف اکسپوز بشه به هم دیگه، میتونین از طریق اون انجام بدین که اونو میدیا به خاطر اینکه ترجمه این برای عوام که با تکنولوژی آشنایی ندارن سخته، اسمش رو گذاشتن دارک‌وب که هم جذابتره هم مخاطب بیشتر جذب میکنه. ولی در مورد دستگیری ها و در مورد امنیت تور بهتون بگم که ما طبیعتاً هر روز داریم سعی میکنیم که مطمئن شیم که اگر مشکلی توی نرم افزار وجود داره ما ازش خبر داریم، و این مایی که ما میگم فقط کسایی نیستن که مستقیم روی تور کار میکنن. خوشبختانه کامیونیتی تور دقیقاً به خاطر باز بودنش و به خاطر آزاد بودنش خیلی بیشتر از 30 تا دیولپریه که به صورت مستقیم 24 ساعته روش کار میکنن. کامیونیتی تور یک کامیونیتیه که متشکل شده از هزاران آدمی که توی دانشگاهشون مثلا تحقیقای روی PhD یا پست گرد تحقیقای انجام میدن که راجع به توره و سعی میکنن اتکش کنن، از حمله کنن بهش از زاویه های مختلف که بتونن باگار پیدا کنن. این کمک میکنه که ما سافر رو هر روز بهتر کنیم. ولی اینکه چه اتفاقی افتاد برای اون دستگیری ها، داستان اصلی اینه که خب خیلی از این کسایی که این سایت های خلاف قوانین رو اداره میکردن اینجا، فقط اینجوری نبوده که یعنی وقتی که شما یه سافتوری استفاده میکنین، یه وقتی که یه آپریشنی ران میکنین، یه فاکتور خیلی مهمتری از سافتوری که دارین استفاده میکنین اینه که بهش میگیم آپریشن سکیوریتی، که مثلا شما ممکنه که سافتورتون رو خیلی سکیور ران کنین
ولی وقتی که رفتی که اون وی پی اس رو بگیری که اون سافتور رو روش نصب کنی، اون سرور مجازی رو مثلا با کریدیت کارتت خریدی، اینجوری اثری از جا به جا میذاری که باهاش میتونن مثلا پیگیری کنن، ردیابی کنن، پیدات کنن. و توی همه این کیسا همش همینجوری بوده که اون طرف که داشته یه سپیتیکی رو آن میکرده یه کار یه سوتی اینجوری داده که باعث شده که پیداش کنن. تا جایی که ما خبر داریم از زیرو دی یه باگ خاصی استفاده نشده، به جز یه مورد که الان یه پرونده باز وجود داره توی دولت آمریکا که اف بی آی یه سری آدم رو دستگیر کرد راجبش توی سال 2014 که ما فکر میکنیم که اینجوری که از شواهد پیداست به نظر میاد که اف بی آی یه اکسپلویت برای فایرفاکس داره که از اون اکسپلویت استفاده کرده برای شناسایی آدم ها. ولی ولی سوال اصلی اگه این باشه که آیا این اکسپلویت، آیا این باگ که احتمالاً اف بی آی و شاید آدم های دیگه بهش دسترسی داشته باشن، آیا این به صورت جمعی تو خطر میندازه همه کاربری تو رو؟ جواب منفیه، ولی شما باید همیشه در نظر داشته باشین که به هر حال همیشه یعنی حتی بهترین که اگه حتی خودتونم مثلا میگم کرنل لینکس رو اگه کامپایل کنین بازم احتمال این که شما به زیرو دی یا اکسپوز باشین وجود داره. این خطر ممکنه برای تارگیتد یوزرها خیلی جدیتر باشه تا به صورت کلی برای همه یوزرها. نمیدونم جواب سوالتون رو دادم یا نه، امیدوارم که داده باشم. من تشکر میکنم از شما جناب فاطمی. عرض کنم خدمتتون که حالا به قول معروف عرض کنم خدمتتون الان یه سری دولت ها هستن مثل روسیه، احتمالا شما بهتر از من میدونید که جایزه گذاشتن حتی برای پیدا کردن این اکسپلویت ها که بتونن دسترسی پیدا کنن به تور. حالا فکر میکنم حکومت‌ها یا دولت‌هایی که به قول معروف با مردم خودشون مشکل دارند و فیلترینگ رو به قول معروف اعمال میکنن توی کشوراشون، خیلی دوست دارن که دسترسی داشته باشن و این کنترل رو هر روز و هر روز بیشترش کنن. حالا شما فکر میکنید با حالا خرجایی که دولتی هستش برای این قضیه پیدا میکنن به قول معروف اکسپلویت یا اینکه اکسسی داشته باشن به تور که بتونن ترافیک کلاینت ها یا کاربرایی که دارن استفاده میکنن رو کنترل کنن یا در آخر حالا تریس کنن؟ نمیدونم منظور سوالامو خوب تونستم برسونم. بذارید من خیالتون راحت کنم. یه دولت، یه دونه دولت به تنهایی، حتی اگه اون دولت NSA باشه، حتی دولت آمریکا باشه، یا حتی اگه اون دولت امکاناتی مثل NSA رو داشته باشه، به تنهایی نمیتونه شبکه تور رو نظارت کنه یا بفهمه که کی کیه، کی به کیه، دقیقاً کی داره چی کار میکنه توی شبکه. و دلیلش خیلی ساده است. شبکه تور متشکل از تقریباً 7000 سروره که این سرورها توسط اشخاصی مثل من و شما اداره میشه، آدمای والنتیرایی که به صورت داوطلبانه دارن اطراف دنیا این سرور رو اداره میکنن. و در آخر روز این جدال کریپتوگرافی با جاسوسیه. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که الگوریتمای بهتری استفاده کنیم، رمزنگاریمون رو قوی تر کنیم و رابطه انسانیمون رو با آدم‌ها بیشتر کنیم تا اونجایی که بتونیم ریلی‌های بیشتری داشته باشیم توی کشورهای مختلف. و هر چی که تعداد این سرورها بیشتر بشه، احتمال اینکه این بازدید و این نظارت سخت‌تر میشه. و الان خوشبختانه انقدر سخت هست که هیچ دولتی توی دنیا، من اینو خیلی راحت میتونم بگم که هیچ دولتی تو دنیا به تنهایی نمیتونه نگاه کنه ببینه که سعی کنه که به قول معروف دی‌آنونیمایز کنه کاربرای تور رو. دی‌آنونیمایز یعنی نمیدونم که واژه فارسی داریم براش، یعنی برعکس ناشناسیه، که بتونن بفهمن که دقیقاً کی به کیه. واسه همین فکر نمی‌کنم که
بودجه های دولتی، یعنی حتی مثلا روسیه به تنهایی یا امریکا به تنهایی یا یا چین حتی به تنهایی هیچ کدوم از این کارا نمیتونن انجام بدن. برای این کار باید یک گلوبال ویو داشته باشن از اینترنت که ببینن که به طور مثال وقتی من وارد شبکه اینترنت میشم، اگه مثلا از به طور مثال مثلا اگه از ایران وارد شبکه تور میشم و از آلمان خارج میشم، اون طرف، اون ادورسری شما، کسی که میخواد ترافیک شما رو بشناسه و بفهمه که کی هستین، از کجا دارین وصل میشین، باید هم به شبکه ایران دید کامل داشته باشه و بتونه کل شبکه رو ببینه و هم به شبکه آلمان باید دسترسی داشته باشه که کل اون شبکه رو ببینه که از که متوجه شه که شما از کجا به کجا دارین وصل میشین. خیلی ممنون آقای فاطمی. سوال به جانم بفهم. سوال دیگه از جمع بچه‌ام که دستشون خیلی بالا بود ولی الان پایینه. من نفهمیدم چی فرمودید ولی خب بچه‌ها چند نفر دستشون بردن بالا که سوال داشتن. بله بله هستش، در ادامه سوال هستش. من تشکر کردم برای این سوال، همینجوری هی تشکر میکنم آخر سوال. شاید الان من نبینین ولی خب حالا صدا میره، مشکلی نداره. سلام، حال شما؟ بعد از در واقع شبکه تور جایی مثل سیلک رود اومد یا یک سری استفاده خاص از تور شد، یعنی بعد از دامین های دات آنیون دراگ استوره آنلاین باز شد و وقتی تیم شما داشت تور رو میساخت، شما انتظار داشتین همچین استفاده ای از دامین های دات آنیون بشه، از این رمزنگاری چنین استفاده ای بکنن؟ جواب سوالت خیلی ببخشید، سوالت تمام شد یا نه؟ تمام شد. یه جواب ساده‌ای که براش دارم اینه که میتونیم برگردیم به موقعی که اینترنت به وجود اومد. وقتی که اینترنت به وجود اومد، تور دقیقاً مثل خود اینترنت یکی از زیرساخت‌های ارتباط آدما با هم دیگه است. وقتی که اینترنت به وجود اومد، خیلی‌ها نگران این بودن که او مردم الان از اینترنت سوء استفاده می‌کنن، خیلی‌ها نگران این بودن که بیشتر از این که علم و دانش رواج پیدا کنه روی اینترنت، آدم ها ازش استفاده میکنن که کارهای بد انجام بدن. حالا اون بد به تعریف هر فرهنگ و دولت و گروهی میتونه متفاوت باشه. یه چیزی که من فکر میکنم بده ممکنه که از نظر شما بد نباشه، یا یه چیزی که شما فکر میکنین بده ممکنه از نظر من بد نباشه. فکر میکنم هدف اصلی تور اینه که جامعه بازی داشته باشه و بتونه از آزادی بیان و آزادی گفتمان توی دنیا از هر لحاظی بدون هیچ مرز و محدودیتی دفاع کنه. اینکه آدما از هر تکنولوژی استفاده منفی میکنن، حالا تعریف اون منفی چی باشه دقیقاً و اینکه تعریف اون منفی نسبت به هر فرهنگ و ملیتی فرق میکنه، یه چیزیه که عملاً غیر قابل پیشگیریه. یعنی اگه شما میخواین یه سرویسی ارائه بدین که واقعا یه کار خوبی انجام میده تو دنیا، خیلی غیر قابل پیشبینیه که شما بتونین بدون مانیتور کاربراتون، بدون اینکه حریم خصوصیشون رو نقض کنین، بدون اینکه به سافر خودتون لطمه بزنین، خیلی کار سختیه که بتونین، تقریبا غیر ممکنه که بتونین یه سرویس پرفکت ارائه بدین. چون به هر حال همیشه، یعنی شما هر کاری که انجام بدین، به هر حال یه نفر هستش که بیاد بگه که اون کار از نظر من توی فرهنگ من، توی جامعه من، توی گروه من یه کار بده. و اینکه وقتی می‌کنم یکی از ویژگی‌های تور اینه که خود تور، حتی چه خود سازمان نانپروفیت تور، چه دیولپرهای تور و چه کسایی که سرورهای تور رو ارائه می‌کنن، هیچ کدومشون نمیتونن ببینن که توی تور دقیقاً چه اتفاقی داره میافته و نمیتونن نظارت یا کنترل داشته باشن از اینکه بخوان محتوا رو تغییر بدن یا دسترسی بیش از حد داشته باشن بهش، برای مثلا سانسور کردن، بگیم که یه وبسایت، حالا اون سایت میخواد هر چیزی باشه. یه نکته بعدی که میخوام بگم اینه که خب شما اسم مثلا سیکرول خیلی میشنوین به خاطر اینکه خیلی هیجان انگیزه برای میدیا، ولی اون تنها استفاده ای نیست از همین آدرس های آنین میشه. یه استفاده دیگه آنین که
خیلی استفاده، یعنی استفاده خیلی مهمی بود و هنوز آدما دارن ازش استفاده میکنن برای دلایل شبیه به اون. افشاگری اسنودن، ادوارد اسنودن از همین سرویس استفاده کرد برای اینکه بتونه فایلاشو بفرسته به بیرون، به گلن گرینوالد و لورا پوچیرس که اونا شروع کردن به انتشار اون مطالب. واسه همین خیلی کار سختیه. مثلا اگه ما میتونستیم ببینیم که توی آدرس های آنین چه اتفاقی میفته، خب به تبع مثلا دولت آمریکا میومد سراغ ما میگفتش که، یعنی قبل از اینکه بخواد اسنودن افشاگریاشو انجام بده، میومد سراغ ما میگفتش که مثلا توی دیتاتون نگاه کنین، هر موقع یه چیزی هست که شبیه افشاگریه یا هر چیزی که به دولت آمریکا مربوط میشه بیاین به ما خبر بدین. خب این اگه این اتفاق میافتاد، اگه ما یه صفحه درست کرده بودیم که میتونستیم خودمون توش نگاه کنیم که چه اتفاقی میافته، هیچ وقت نمیدیدیم که استودن بیاد بیرون، هیچ وقت نمیدیدیم که واقعا در چه اتفاقی تو دنیا میافته. یه مثال دیگهش، مثال درگیری شرکت اپل با FBI که دقیقا چیزی که FBI میخواست اینه که یه در پشتی داشته باشن برای یه بکدور بذارن توی همه محصولات اپل که اینجوری بتونن FBI بتونه همیشه دسترسی داشته باشه. ولی از اون ور FBI، از اون ور اپل جلوی این ایده وایساد و گفتش که به هر حال آدم ها همیشه ممکنه که از نرم افزار استفاده بد انجام بدن، دلیل نمیشه که ما کیفیت نرم افزارمون رو بیاریم پایین و همه رو ناامن کنیم فقط به خاطر اینکه ما میخوایم یه سری آدم بعد توی دنیا قابل پیگیری باشن توسط دولت‌های مختلف یا پلیس‌های مختلف. خیلی ممنون. سوال بعدی کدوم؟ بفرمایید. اگر کوتاهی که میخواید بگید که من منتقل کنم، اگر خیر که بعدش هم به شما. بیا بالا. خوبه. اولش تشکر میکنم که شما هستید، همچین کامیونیتی هستش که واقعا فضای مجازی رو سیکیور بکنم واسه ما. ولی خب چون ما توی ایران هستیم، یکی از مشکل ما اینه که تو روی سری از ISP خاص یا اصلا کانکت نمیشه یا اینکه خیلی بد کانکت میشه، یعنی شاید یک ساعت بگذره تا یه لحظه کانکت بشه دوباره دیسکانکت میشه. اگه اینجوری که شما میگید رو کنترل خاصی روی شبکه تور ندارن، چطور میشه که مثلا روی ISP مثل پارس خیلی بد کانکت میشه و روی ISP دیگه شاید این خیلی به راحتی با ران کردن برنامه کانکت بشه؟ خیلی سوال خوبیه، مرسی که پرسیدی. کاش اصلا بگیم که علاوه بر سوالی بعد، ولی سوال خیلی خوبیه. جواب اولش اینه که تور بای دیفالت وقتی به صورت مستقیم وصل میشین به شبکه تور، اصلا مخفی نمیکنه که شما دارین به شبکه تور وصل میشین، و از اون ور وقتی دارین شبکه تور خارج میکنین، اصلا مخفی نمیکنه که شما دارین از شبکه تور خارج میشین. در واقع ما سعی میکنیم که این اتفاقا خیلی 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 واضح بذاریمش که مشخصه که به طور وصل شدی و داری از شبکه تو خارج میشی. ولی دقیقاً به خاطر اینکه به همین علت میتونه سانسور کردن فیلتر کردن تور کار راحتی بشه، به همین خاطر بخش دیگه ای اضافه کردیم به تور اسمش پلاگبل ترانسپورت. پلاگبل ترانسپورت کارش اینه که این تو بخش اولیه که شما میخواید وقتی وصل شین به تور، ارتباط رمزگذاری شده تون رو یه جوری نشونه، یه اطلاعات رندوم، انگار داریم یه سایت رندوم توی یه جوری، یا مثلا داریم انگار ویدیو گیم بازی میکنین یا انگار داریم اسکایپ میکنین. برای اینکه از این قضیه استفاده کنین، فقط کافی اون وقتی که تور براوزر رو نصب میکنین، دفعه اول که دارین رانش میکنین یه ویندو داره که نوشته کانکت یا کانفیگر. روی کانفیگر که کلیک کنید میتونید از پول های اپس 4 استفاده کنید. میتونم که اینقدر سخته،
ولی اگه از آبسفور استفاده کنین دقیقاً ترافیکتون به این شکل میشه که انگار شما یه ارتباط رمزگذاری رندوم دارین با یه سایت خارج از ایران و ISP ها نمیتونن اونو حداقل الان نمیتونن و اگه بعداً شروع کنن به تشخیص شون روش های جدید اضافه میکنین. یه چیزی که شاید تقریباً شما مرگر تو رو دانلود میکنین باهاش تقریباً حدود 7-8 تا فیلتر شکن مختلف داره میاد توی همون پکیج و این فیلتر شکن ها همشون پلاگبل ترانسپورت هن. یعنی اگه تو همون منو برین یه منوی دراپ داون داره که توی اون منو آپس 4 هست، آپس 3 هست، میک هست که ترافیک شما رو یه جوری شبیه سازی میکنه که انگار شما دارین وصل میشین به آمازون یا مایکروسافت ولی در واقع دارین به تور وصل میشین. خب اون نسبت نسبتش پایین‌تر از ولی من پیشنهادم اینه که از پولی آپس 4 و آپس 3 استفاده کنین برای و چیزی که من امتحان کردم و بقیه بچه‌ها امتحان کردن و من خبر اینه که پولا استفاده کنیم معمولا زیر یه دقیقه وصل میشه و به من سیدین که وصل ما یه جور قرار بدیم ما یه اکانت فارسی بیتر داریم توی اون چیزی که بتونیم ما خبر بدیم ما میتونیم بهتر کمک کنیم که مطمئن بشیم که سرویسی که شما دارین میگیرین اونجا همون سرویسی که لازم داریم. ببخشید میونو کلمتون فکر کنم فیلتر شدیم. من قد شده بودم یا یه ذره چیز شد. آره خب تموم شد جوابتون به سوال قبلی؟ آره ولی جوابم اومد. جوابتون اومد تا درصد خوب. یه سری پکت لاست داشتیم که اوکیه اوکی سرچ میکنم بچه. آره خلاصه این که اگه مشکل وصل شدن دارین به شبکه و اگه از پولهای آپس 4 یا آپس 3 استفاده میکنین و به شبکه وصل میشین و همچنان به شبکه وصل میشین من خیلی دارم میخواد که بدونم راجع به این کیسا و بتونم کمک کنم که بتونیم بفهمیم که چرا وصل میشه. یه لازمه که روش جدیدی دیولپ کنیم، روش جدید دیولپ کنیم که وصل شه. ما کارمون اینه که سراتر دنیا رو با هم دیگه وصل کنیم. خیلی ممنون. و این و یه چیز خیلی مهمی که میخوام بگم اینه که این کار بدون وجود کامیونیتی ها و بدون وجود جامعه های کامیونیتی های لوکال اگه مثلا بچهای خودت تو ایران نباشن که روی این نرم افزار آزاد کار کنن این کار خیلی سخته و تقریبا شاید غیر ممکن باشه. ولی اگه میخواین که مثلا تور برای ایران بهتر بشه یکی از بهترین راهاش اینه که شروع کنین کانتریبیوت کردن به تور. یعنی ویژگی‌های عجیب غریب خیلی خوبش اینه که به شدت بازه و به شدت و به شدت قابل دسترسی یعنی شما میتونین کل سورس کد تور رو که ببینین هیچی میتونین کل کانجا میشه توی تور ببینین و حتی جلسات هفتگی که ما میذاریم روی IRC میتونین بیاین ببینین و میتونین توش مشارکت کنین میتونین بیاین بگین که حالا اگه نمیخواین با من مستقیم در تماس بشین میخواین ناشناس بشین میتونین اونجا حتی مثلا یه اکانت ناشناس درست کنین بیاین ریپورت بدین که مثلا توی یه شبکه خاصی کار نمیکنه یا میتونین حتی اگه مثلا نمیدونم اگه پایتون خوب مینویسین یا اگه سی خوب مینویسین میتونین بیاین مشارکت کنین تیکت های ساده هست یا حتی اگه وب دیولپرین میتونین بیاین کلی انقدر پروژه هست تو این دنیای فری سافتور و تو این چیزایی که استفاده میکنیم ازش که هرچی کمک کنیم هنوز جا داره واسه پیشرفت کردن. خلاصه اگه میخواین تور بهتر بشه واسه ایران باید دست به دست هم دیگه بدیم با هم دیگه درستش کنیم. بله خیلی ممنون. به عنوان یه سوال آخر هم یکی از دوستان یه سوالی داشتن اگر لطف فرمایید. خب منو دارین الان شما؟ سوالی که من پرسیدم بود که خب شاید الان صحبتایی که اینجا کردیم همه در مورد اینکه شبکه تور چجوریه آیا امن هست یا نیست شاید خیلی اینجا باشن که دیولپر باشن و دوست داشته باشن به پروژه تور کمک کنن این کمک ها به چه صورت میتونه باشه بالا بحث دیولپر اینکه یا اینکه مثلا یه کسی بخواد کور دیولپر تور بشه چه کارهایی باید انجام بده یا
آیا مثلا حالا یه چیزی مثل ترلو یا فابریکیتور هست برای این چک کردن ها یا نه به چه صورته؟ خیلی سوال خوبیه. مرسی که پرسیدی. چند تا سه تا جای مهم هستش که میتونین همین الان دارین سابسکرایب کنین بهش و میتونین ببینین که ما چجوری کار میکنیم. شروع کنین خودتون کانتریبیوت کردن. جای اولش اینه که ما تقریبا همه کامیونیکیشنمون رو، همه جلساتمون رو، همه حتی جوک گفتنمون رو با هم دیگه روی IRC انجام میدیم. IRC شبکه OFTC و کانالی که توش حرف میزنیم، کانال این هشتگ بهش میگیم پاوند، میگین هرچی میگین، پاوند تور خط فاصله دیو و پاوند توره. حالا من اینا رو بازم واسه بچه ها میفرستم اگه بتونن بعدا بذارنش روی اسکرین همه آدرس ها اینا رو. و جایی که ما همه تیکت ها رو نگه میداریم، میتونین برین تیکت ها رو ببینین، رودمپ رو ببینین و ببینین که مثلا اگه یه تیکتی وجود داره که شما میتونین انجامش بدین، آدرسش هست track.torproject.org که میتونین اونجا ببینین همه تیکت ها رو ببینین و ببینین که اگه یک کدوم هست که میتونین انجام بدین سعی انجامش بدین. ما به صورت نبودشون تشکر میکنیم ازشون و حالا لینک ها رو فرستادم، ما هم ازشون تشکر میکنیم. اینجوری شد. تشویقشون بفرمایید. اون ویدئویی هم که فرمودن از طریق یوتیوب بذاریم که ما یه ذره فیلتر بودیم رو الان میتونیم پخش کنیم، یعنی برنامه‌مون رو پخش کنیم. I'm Roger Dingledine, one of the original developers of Tor. Happy Software Freedom Day. I'm really excited that everybody in your country is starting to work on more software things, and especially one of the things that would be interesting is more research into privacy and traffic analysis resistance and basically how to make systems like Tor safer for everybody around the world. So it would be really great if all of you and everybody else go out and learn what the hard problems are and help us make the world safer. Hi, happy Software Freedom Day. Hope everyone's having a good time writing some fun software. I, as an author of Tor, really feel that if writing software is one of the things you're good at, that it's one of the best ways you can make a big difference for society. Thanks for all your hard work. تشکر میکنم. خودتون تشریف بفرمایید.